سلام، به یکی دیگر از برنامه های رادیویی از تلویزیون خورشید خوش آمدید. با کارگیری اطفال در جنگ چی به صورت مستقیم و چی به صورت غیر مستقیم در تمامی کنوانسیون های چهارگانه ژنو که در رابطه به حقوق بشر دوستانه بین المللی رفتار با غیر نظامیان از سوی نیروهای درگیر در جنگ تصویب شده، در عدم تضرر اطفال در جنگ تصریح کرده که به کارگیری اطفال در جنگ به عنوان آشکارترین نوع تضرران محسوب گردیده و ممنوع می باشد. در این برنامه رادیویی به موضوع استفاده از اطفال و نوجوانان در عملات انتحاری و دهشت افغانی پرداخته ایم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک: گروه های سیاسی نباید از افراد زیر 15 سال در جنگ استفاده کنند. کنوانسیون بین المللی حقوق طفل نیز با کارگیری اطفال در جنگ را منع کرده، اما دیده می شود که برخلاف این قواعد و مقررات از اطفال در مدارس پاکستان سوء استفاده صورت می گیرد و کوشش می شود تا آنان به سهمگیری در جنگ، آن هم با انجام حملات انتحاری، تشویق گردند. در تصاویری که به دسترس تلویزیون خورشید قرار داده شده است می‌بینید که چگونه اطفال و نوجوانان در مدارس پاکستان آماده حمله انتحاری شده بودند که توسط موظفین امنیتی کشور دستگیر گردیدند. این اطفال و نوجوانان در صحبت‌هایشان اعتراف می‌کنند که با آنان آموختانده می‌شد تا در افغانستان چگونه حملات انتحاری را براه اندازند. منم سمی اولاد محمد ولی زویم وټر کې شاګرد وو، یو سړی راغله همین نومېږي چې رضا د ډېرې درکوي، هغه روپۍ ښه درنې روپۍ دی، هغه به واخلئ بلا د مدرسې چې ووایه که میرمشا ته یې بور کړم. میرمشا کې بیا مساکلین قمندان نومېږي، ورته یې تسلیم کړم. او بل ورور یې محمد کریم نومېږي، ما ته د توپانچه فقط هغه واخېسته مساکلین. ما ته پیر دغه توپانچه راکړه چې خوست ته مې ځان سوی، او بیا په خوست کې کلینیک دی، ورته قمندان امنیې راځي، دوخه دی بډیګردان دي، که بډیګردان خلکو پر منځ کې به ورګډ شي، بډیګردان یې دلته تا دوره څوک دی نه تلاش کوي، خلکو پر منځ کې به ورشي، نوره بډیګردان یې وی بلې خواته څه کېده، ته به امنیې قمندان ودی چې ودې ویشته مړ دی که ته به توپانچه هغه دی اچولې بل سړي په سر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نام محمد رفیز ولد گلاب خان از غزنی است، ورسوالی خواجه عمری قلعه قربان، صنف شش مکتب هستم، در مکتب لیسه دکتر زبیر شهید. از خانه از اینجا بر آمدم، رفتم سر زمین ها دیگه پا زنچی کردم که باشت زمین ها را آب بیتم، از اینجا چی شده دیگه آب آمده بل در پیشم بوده که رفتم پیش همی خود زمین در لب سرک بود، در اونجا رفتم که را بیتم دو نفر آمده که یکی دانه ما مکم گرفت، دیگهش پایای ما مکم گرفت کمی تا چی کده که من خیلی سر صدا کدم، این بوتل یا قسم بوتل بود در جب خود کشیده کوره در دانه مزد ما بیو شده، من در یک صرف انداخته بود، از اینجا من تا بیوش بودم در قسمت های چی وردک، در اینجا قطار آمد سر من ماکن در چی خوردک چوکی موتر، از او بابادش یک کمی خوردک، ما دوش آمد دیدم که قطار است، باز سر رو صدا کردم خیلی چیخ زدم، او مردکه با دفعه دوم باز آمد چی زدک دوا زدک، باز از اونجا مرا گرفتک، باز ما باز بیوش شدم، مرا در قسمت های کوی پغمان در اونجا چی کده بود، در غار داخل کده بود، در اونجا ما دو نفر بودیم، یک دیگه ما نوروز نوشو را اختطاف کده بود، از اونجا پنج شش شو در اونجا بودیم، در اونجا بودیم بعد از او چی کده یا خودشان میخواست که ما را چی کنه، ما را سر ما شبش سر ما قبول کرد که باید شما انتحاری کنیم، ما گفتیم ما نمیکنیم، سر ما تفنگچه کشید گفت که اگر شما نکنین ما شما را میکشیم، بعد از او ما قبول کردیم، از اونجا صبح ساعتای پنج بجه بوده
ده خودم زغار یک دو اسکات بودک ده یک شنگش ایچی بودک پنج شش ماین بودک ماینای کلان کلان دیگه لاینای سرخ سرخ هم بودک ده خود اسکات از او ما بیرون شدیم یا بیرون شدک رفتک که ایچی کنه رفتک سونی سر ده سر بالا شد یا که بالا شدک ده می سر ما از غار برامدیم ما که برامدیم دو جا یک سنگ در دان غار بوده در پشت از خود پوت کردیم سوکا سوکا می رفتیم یک دفعه دویدیم ما را دیدک ما دید از پشت پشت ما آمد سر ما فایر کرد ما در یک سنگ کلان در اونجا خود انداختیم که با مرمی آدم ها نخوره و فایر کرده که می تسونی ما خود که انداختیم که مرمی آدم ها نخوره یا از پشت پشت ما آمدک یا از پشت پشت ما آمدک می تسونی می دویدک از اونجا ما رفتیم در یک دیگه جای خود پوت کردیم از اونجا یک سرک خامه بود همون تا گرفتیم همین سرک همون تا می دویدیم دویدیم یکی خوب دویدیم دیگه یک مسجد آمد در پیش از یک مسجد یک مردکی ریش سفید بود را گفتیم گفتک برو بچیم در اینجا که جای نیست همون تا پایین برم پایین رفتیم از این کوچه در این کوچه تا که یک مسجد دیگه آمد تا که یک مسجد دیگه در شنگ از مسجد مایت دویدیم در اونجا شیشتیم کی اومدک یا اومد دوجا تانگای اردو ملی بودک یا پاس رفت ما مت اومدیم خوب اومدیم دمی یک پوست است دمونجا خودم این نوروز دیگر رفیقم نوروز نام داشت که دمی قسمت های سرک 20 متر دمینجا ای تاو خورد نگفتم کجا میره گفتک ما میرم خانه خود ده اینجا خانه ماست ده اینجا گفتک اینجا خانه ماست دیگه ما گفتیم خیلی تو میره ما چی کار کنیم گفتیم تو برو در اینجا یک پوست هست به مو بگو دیگه ما آمادیم در این پوست خود تسلیم کردم در این پوست که خود تسلیم کردم یا سر ما باور نکردم بعد از سر ما فشارم تا که ما ایچی خود اصل واقعیت گفتم بعد از سر ما قبول کردن و از اونجا رفتیم دیدیم امو جایا را برشان نشان دادیم امو غارا پس نیافتیم در دان از غار یک سنگ سیای لوله مانده بود در اوجا خود غارم چی دانش ریزه بودک موبینش کلان بودک مثل یک خانه واری جور کده بود در اوجا خودشانم دارو می شدک آسکتم بودک چی بودک کلاشنکوف هم بود فنگچن بود پیشی از بها دیگه ماینام بودک در چی وسط کو زمانم شفی بلادی در پلار نومی تور جان دی کم زای؟ در شوالی کوتیم به شوالی کوت که در وقتی به وقتی که در لوه ولی کنده آر تو چانه لیگی؟ ها؟ چانه لیشی؟ زده یو دخته اصا بیریشم در بلچه اصا نبیریشم منو سراغا دی مستمور پلار چولارسی در بخشور که در سنه است داده پاچ راسی منو نبوی پیدان که دشمنان و پتاو که دشمنان زنو نوار بزوی دکم زینه؟ دکندهار و بکندهار که در شاولی کوتم در شاولی کوت پر شاولی کوت که در وقتی و بخشی دلوه ولی در چوزی؟ نه او شپی اولاد یا هدایت لاد بیم تلم؟ و از تو کم مدرسی تطلی؟ پاری پور مدرس اولا غلام پارو کلا دیا جی ماشرنگ دینه که نمی دا شر جنگ زر 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 او اصلی جای می آگه که تورخم که دا آگه که دا آگه تورخم که آگه لوگر که دا او کور می پاگه که دا خیر آباد که دا پیخور بسم الله الرحمن الرحیم اسم من سبات الله سز ولایت سمنگان و لسوالی در ایسیف پایان لسوالی در ایسیف پایان ما در مدرسه می خواندم در مدرسه دینی که او بنام قاشی آسی است در ولایت سمنگان نزدیک مرکز هستم ما از جا پار سال بیسته بود در می رفتم در طرف خانه در اوجا رفتم یک منطقه را سرخابی نام می گرفتن طالبا بودن در اوجا کلانشان مبارز بودن که در طالبا فعالیت می کدن و ما همکاری می کدن برای طالبا ما را از موتر پایین کردن گرفتن بردن در مرکزشان اوجا داخل یک دره اوجا مدت 5 روز ماندیم ما را می گفتن که جهاد فرض است و جهاد فرض جنگ شده سر ما و شما سر افغانستان باید ما و شما نفر دولتی و باید سر کفار جهاد کنیم این نفر دولتی را از بین ببریم که یاد دولت فعالیت می رسانه همیت می گفتن باز ما در 5 روز ماندیم مدت 5 روز باز روز ششم تیار آمدن بمباردشان کردن بسم الله الرحمن الرحیم منم پزل دلالاغا زین دلوگر دی ولایت مسی ولسوالی وسیدن که همیشه خیر و دکلی وسیدن که او اوس پیلانم په سید خیلو کې اوسو زه د
څو مړی روزي لپاره د کلی تلاړم د خلکو سره ما کار کاو د مخکې ما سره دوی دوکه کوله ما ماماش ما سره دوکه کوله ما نه انتحاري جوړه او ما مور پلار دلته پلار مې سپین ږیره ده ورونه مې واړه دي نور دا پرې هغه کول مونږ باندې مونږ باندې انتحاري کوله دا ما سره دوکه کوله او زه باید حکومت نه زه هغه غواړم بخښنه غواړم چې ما خپل کور ته رخصت کړي او خپل خور مینې ورونو ته څومره روزي پیدا کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده عبدالواحد ولد عبدالحمید از ولایت تخار از ولسوالی بهارک از قریه تخته کفرک از قریه تخته کفرک من بودم متعلم سنپ اف. من میخواستم که من بر سال آینده که بود که ما در مدرسه چند ماه درس بخوانم گفتیم اینا طالبان یا القاعده اینا تروریستان آمدن برای ما تشویق امید بد را دادن برای ما تشویق های انگریزی بد را دادن ما واسه بالاخره اینا را تشویق هایشان هم بر چی نگرفتیم ما را تشویق های به انگریزی بد دادن ما میخواهیم که از دولت خود معاف تشویق های بد یعنی چی تشویق های بد یعنی که ما تو کارای بد میگه یک طرف بکشینید دولت بکشین کافر آمده و تر آمده اینا ما دیدیم که اینا کلشان مسلمان بودن کلشان روزه میخوان کلشان در اسلام شرکت داشتن کلشان مسلمان بودن ما نفهمیدیم ایرا که ایرا چی کردیم ما و مردم میگفتن مردم ما را بکشین بله مردم ما را میگفتن بکشین و تکنید بکشین انگریزای ما را بد میدن با میسلم کشتار خود میکردن ما را خصوصا ما خود ما چی میکنیم که ما خود ما نکشتیم دولت ما را گرفتن ما خودمان چی نکردیم زای نکردیم ما بسیار خوش هستیم از دولت خود که ما را گرفتن و تا این وقت ما 4 ما 5 ما بندی بودیم دوی پر دا ویل غواړم چې طالبان په زوره دا خلک آماده کوي پاکستان نه پیسې خوري او بل دوی وایي چې جنت د دوزخ د زمونږ علماو دا کار کړی او صحابه وکړی دا دروغ دی بعض از این اطفال در جریان صحبتهایشان میگویند در جاهایی که آنان نگهداری میشدند مورد آزار جنسی نیز قرار میگرفتند لنسیم وم لمسرور دوی تی وارم دوی مشران تن اخو تی وارم اخو برای از گبومت کشن رو نمانه تی بندی کنم برای راتو ولی چی هر مزیگر بیه یه ساعت تبلیغ رات کوی ولد غدیم ول جهاد وکړو انسان فدایي کړو څنګه وکړو څنګه دا ثواب لري جنتونه دي هله ما نه ورسره منل برای ملا مسرور ملا نسیم او ملا رحمان زما سره بهر لواتات وکړې ویل تې ویل نه مني زه ووهلم مشاره سم پر کړم ما سره لواتات وکړې ویل ته ویل دا کار نه کوې زه احسان الله د محمد الدین زوی چې پلار یې مشهور په شاد محمد دی دوی به تلل یاتي بالخصوص ما چې زه د نهه میاشتې ورسره ومه یاتي به د نهه میاشتې کمرې وم مثبات شروع چې ما یعنی مثبات ما ته پرید به نام د نوراغان پرده قمندان نوراغان پرده د دیدار زوی ده د ناباد کلی اوسیدون کړی ده ما ته اول لکه چې ما تا سره مې له کار در راسه زه چې ورغلم پټي ته ورغلم ما سره زه په زور را چپه کړم ما سره یې بد کار وکړل وفات یې ما سره وکړ او زه چپه کړم ما سره دا کار وکړ بلخصوصا مرالبه چې مونږ کور ته کومه د شپې م راته ما سره د شپې تر سهاره پورې په زور باندې دغه کار کوه او زه چې زه راغلم کابل ته کابل سره مې امنیتي ورګونو نه خانه زوینی ورسو سمیم سره د سفر سره د مشکل د کلی د کمانډان د مهم کمانډان د دا د دري الکان ساتلی وخه د الکان ساتلی یو شې محمد نامه ده یز محمد نامه ده یز محمد نامه ده دوه سره یو یز کا خدمت مخ لواتات سره وکړه دا هغه سره وکړه دا لواتات سره وکړه د اوس را وکړل دا با د ځکان ما پټه د لواتات کړل او یو دا کوپ د سړی کې یو کو د الکس هغه سره یې هغه وکړه دا نسی تیاری سره وکړه در آخرین مورد پلیس مرزی افغانستان به تاریخ 15 جدی سال روان اسپوژمه دختر 10 ساله را بازداشت کرد که قصد انجام عمله انتحاری به کاروان نیروهای پلیس را داشت. مورور زایر زایر ولیو تا او جبار تب ما صدری و اخستل ما این مسد تا اشنا کلی را سوکشل فلاس پر تا تور کلی را رفو اخستل دو تا دا بو پریزا بردان کلی بدنان دست اخو اخو تای تا او چ کلی واقون دو بیاورس دادی پوستا بطاک مالی اما بغار کرل ما دفع دا نمش با بو پریز ما یخ کیش ما یخ تی نکیش و گرد خبر زبر ترا پریو تلم ترا ازای رم بغار کړی دی را څوک کړ صدرې دغه تر څوک شل دی کوټ ورته د زبرت د دې په روان سره چې په روان سند اپورت دې دلته او ورته وګورځوي پلان کوټ او چې کلی ما خوستل پلان زما پلان را څوک کړ یو دراله مرم شپه پکا ډیک وکړ په
کړی کې پرته سار چسلو بار د پلسار کیل ته لاړ پر عمران ماوین دی را لست پلسان کیل ته پلنجر کراس. رئیس جمهور کرزی به کارگیری کودکان و مجبور ساختن آنان را به انجام حمله های انتحاری به شدت محکوم کرده و این کار را مغایر آموزه های دین اسلام و در تضاد با فرهنگ و غیرت افغانی دانسته است. تشویق اطفال در مدارس پاکستان به انتحار به باور کارشناسان اجتماعی به خاطر نگران کننده است که سبب می‌گردد تا مفکوره خشونت در نزد اطفال کشور ایجاد گردد و این آینده ثبات اجتماعی را به خطر مواجه می‌سازد. از لحاظ اجتماعی همونطور که باز من بر شما فرمودم اولین واحد اجتماعی خانواده هست و در قبال عظیم شما مطمئن باشین پدر و مادری که در مقابل فرزندان خود بی توجهی میکنن و فرزندان خود برای درست راهنمایی نمیکنن مسئولیت آینده و دوش او پدر و مادر هست. شما مطمئن باشین که از لحاظ اسلامی در روز آخرت از مادر و پدری که فرزندانشان برای درست راهنمایی نمیکنن پرسان میشه و اینا پاسخگو هستن. در چرا تا سن 18 سالگی اینا سن هست که اینا هنوز بالغ و جوان نشدن، تا اون سن وظیفه پدر و مادر است که فرزندان خود راهنمایی بکنن، اینا را برای راست سوق بدن، اینا را به مدرسه بفرستن، اینا را به مکتب بفرستن، برای اینا زمینه های آموزش و پرورش سالم مهیا بکنن و درک درست از محیط و ماحول خود برای اطفال خود بدن. طفلی که شما دیدین مثلا دختر 10 ساله که مجبور ساخته میشه از طرف خانوادهش به انتحار، من فکر میکنم این جفای بسیار بزرگ در حق اسلام عزیز ما شما هست. به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی، از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال 52 تن در عملات دهشت افغانی و تروریستی دستگیر، که از آن جمله 6 تن از آنان اتباع کشور پاکستان بوده که 18 تن آنان را اطفال و نوجوانان تشکیل میدهد. همین گونه مقامات در وزارت امور داخله از افزایش بکارگیری کودکان و نوجوانان برای انجام حمله های انتحاری و راسافغانانه سخت ابراز نگرانی می کنند. مسئولین در این وزارت خواهان توجه جدی خانواده های در این باره شده است که کودکان و نوجوانان شان را برای آموزش به مدرسه های پاکستان می فرستند. خواست مایی است که ما در افغانستان مدارس معتبر داریم در بخش های مختلف، به خصوص در مسائل مذهبی و دینی ما. لله هم افغانستان یک کشور اسلامی است، بین که نمی اطفال ما را تشویق بکنیم و ترغیب بکنیم که در داخل افغانستان آموزش ببینند. انشاءالله که به مراتب این آموزش ها بالاتر هم است و بهتر هم است در داخل خاک خودمان. هر نوع فعالیت نظامی، چی جوان باشه و چی نوجوان ها باشه، در بخش نیروهای نظامی مردود است. چه رسد به ای که از اطفال و نوجوان ها در فعالیت های نظامی و خصوص حملات انتحاری، حملات تروریستی، انفجار ماین ها و حتی در بخش های مختلف بحث سرباز یا سربازگیری، از اینا از نظر ما مردود است و خلاف تمام قوانین بین المللی است. بخش امنیتی کشور اطفال و نوجوانان را که در هنگام حمله های انتحاری و ماین گذاری های کنار جاده بازداشت می کنند در مرکز اصلاح و تربیت اطفال جهت نگهداری می سپارند. رئیس مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل عزیزه عدالت خواه در تماس تلفنی با تلویزیون خورشید گفت کسانی را که امنیت ملی آورده است 38 تن هستند که به اتهام پیوند با طالبان و حمله های انتحاری و تخریبکاری گرفتار شدند. خب به مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل تعداد 38 تن محجوزین از طرف امنیت اینجا تحت آموزش پرورش قرار دارند. اکثرا این بچه ها ایر اعتراف میکنند که ما به مدرسه درس میخوندیم یا قبلا به مدرسه به پاکستان درس خوانده بودیم و حالا در وطن ما زندگی میکنیم. توسط نیروهای امنیتی ما گرفتار شدیم. استفاده از اطفال و نوجوانان در عملات انتحاری و انفجاری در کشور واکنش تند عالمان دین و نهادهای دفاع از حقوق بشر را برانگیخته است. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر به کارگیری کودکان را برای انجام حمله های انتحاری به شدت نکوهش کرده و میگویند که این کار از نگاه قوانین ملی و بین المللی کاملا در مغایرت قرار دارد. کنوانسیون های جنیوا هستند که قوانین بشر دوستانه بین المللی که تمام ابعاد جنگ ترسیم میکنه. در وجه هم به طور قطع آمدن که اطفال نباید مورد استفاده سو در نزاع و منازعات که یا محلی باشه یا بین المللی باشه مورد استفاده قرار بگیرن و سن سال هم برای زید تعیین شده و وجوهات هم علل زی مسئله هم معلوم هستن.
منطقه کلانی که موجود است ایستن که در این حالت فیزیکی و رشد روانی و که اطفال قرار دارن نمیتونه که تصمیم بگیرن که یا در کدام مسائل شرکت بکنن و در کدامش نه. و جنگ از او تو حالاتی است که اطفال از تمام حقوقی که در طفولیت برشان محول هستن از او محروم میسازن، از حق تعلیم و از حق مشارکت در امور دیگه کشور، و یا در این حالت به ناملایمات متوجه میشن که این انسان ها باز عقده‌ای برمیاین و در مجموع یک انسان های سالم به اصطلاح به اجتماع تقدیم نمیشه. در همین حال عالمان دین این کار را مغایر آموزه های دین اسلام میدانند. مولوی محمد احسان صیقل خطیب مسجد جامع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که شریعت اجازه نمیدهد که از اطفال و نوجوانان در عملات انتحاری استفاده صورت گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. دین مقدس اسلام و اطفال و جوانان مقام خاصی را در نظر گرفته. این اطفالک ها که در مدرسه میره باید مورد تعلیم و تربیت اخلاقی قرار بگیره، نه که اینا را به بیراهه ها بکشانه، و اگر این رقم کنه بزرگترین خیانت به اطفال مسلمانان وارد میشه که هم جرم داره و هم پیش خداوند کریم این جرم است و هم پیش اجتماع که اطفالک ها بر درس برده شد و از این یک استفاده ناجایز صورت بگیرد. بیشتر سازمان های مدافع حقوق کودکان از افزایش استفاده از کودکان در حملات انتحاری ابراز نگرانی کرده بودند. سازمان ملل متحد میگوید که حقوق کودکان در افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر زیر پا می شود و به آن توجه صورت نمی گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای دفاع از حقوق بشر همواره با ابراز نگرانی از خشونت هایی که به مقابل اطفال در کشور موجود است از طرف های درگیر خواستند تا در زمینه مسئولیت افراد ملکی و خصوص کودکان توجه جدی مبذول دارند. اگر اسناد و مدارکی که نشان دهنده فساد و موارد غیر قانونی در دفاتر دولتی و غیر دولتی در دسترس شما قرار دارد، می توانید به این آدرس ها با ما شریک سازید.